اسمم نیست. قبول نشدم بابا. چی؟ نه درست بخون. بالاشو ببین، پایینشو ببین، چه میدونم، ببین تبصره این ماده چیزی نداره. منم اومدم برای امشب عذرخواهی کنم، خانمم زنگ زده، اونم میگرینش عود کرده، ما متاسفانه امشب نمیتونیم بیاییم. امشب کنسل میمونیم. آخ یادم رفت، یادم رفت بهشون زنگ بزنم نیان. الانم دیگه زشته. نه بد نی؟ نه خودم درستش میکنم، بسپرش به من. چی شده؟ چیزی نیست، ضرب دیدگیه، میتونی بلندش کنی. بابا نمیتونم خانم دکتر، درد داره. طبیعیه، ضرب دیدگی اولش درد داره. سلام آقای مروی، حال شما خوب؟ پلاک برای چی؟ الان تو کوچه ما این؟ پلاک 7. میبینم تو، خداحافظ. زهره؟ بله مروینا دارن میان. چی؟ ببخش درستش میکنم. من که چیزی نگفتم که. وایسو ببینم چرا خودتو لوس میکنی. من خودمو لوس میکنم؟ تو بدترین شب زندگیم که دلم میخواست تنها باشم، کل فامیلو با گل و شیرینی جمع کردید اینجا، من هیچی نگفتم. ببخشید سارا جون، ما هم بی دعوت نیومدیم، اگرم میدونستیم ناراحت میشه دسته گل براتون نمیآوردیم. عطا من سلام در میکنه، پاش بریم. شیرین جون، من اصلا منظورم با شما نیست، اتفاقا خیلی هم خوبه که شما اینجا کنارمین، ولی اینکه جلو رئیستون نقش بازی بکنم که چشم قبول شدم واقعا توقع زیادیه. چشم نه، رادیولوژی. خب اگه رادیولوژی میام نقش بازی میکنم. مسخره نکن، همه چی رو به شوخی گرفته. بابا جان من میدونم شما چی داری میگی، من یه اشتباهی کردم، یه واقعیتی رو یه روز زودتر گفتم. چی کار میکردم؟ من یه پدرم. آخه بغض کرد. دوتا بچه که بیشتر ندارم، اون که هیچ. سعید تو رو میگم، تو یه هیچی. همه ی امیدم فقط به توه. فکر میکردم قبول میشه، نشدی. فدای سرت بابا، خدا شاهده همه ی اینا رو از رو عشق و علاقه دعوت کردم به خاطر اینکه بتونم تو رو شاد کنم. بر همیشه خوشن. خیلی من خیلی مردی، فقط یه پدر میفهمه این چه حالی. تو چه حالیه؟ تو چه حالیه؟ شما برو اونجا بشین. بود نه عذیتش نکن. بیا بیا امون جون، بیا بیا بقید خود. بابا قربونت برم، گریه نکن خواهش میکنم. آخه چه حس لطیفی داره. من از همه چون ممنونم، منو تنها نزاشت. ببخشید ارشیا جان، برو عزم، برو با سعید بازی بکن. بابا ببخشید من اینجا نشستم فکر کنم، آه اینو میندازیم بغل من. آقا سعید ببخشید، بچه اسم داره. باشه بابا هر کاری بگید میکنم. خوبه میگم قبول شدم. نه من اشتباه کردم، باید خودم هم تاوانشو پس بدم. آدم باید مثل یه مرد اشتباهشو قبول بکنه. زهره جان شما هم نگران نباش، تقصیرها رو گردن میگیرم، نمیذارم که موقعیت توی بانک به خطر بیفته. الان اونا میان، من میرم جلو، همه چیو بهشون میگم. مگه میخواد چی بشه؟ ها؟ فوقش مثلا میخواد. اما سارا بگو که قبول شد. چیه؟ من دارم فقط یه واقعیتی رو یه سال جلوتر میگم، همین. چشم نه، رادیولوژی. عشق جان برو درواز کن، برو. دارم مثل سعید فکر میکنم. الهی من قربون فکر کردنت برم. ای بابا خودم باز میکنم. بفرمایید. چیه؟ چه خبره؟ امروز همه تو این رو انداختی؟ بچه اسم داره ها. منظورم اینه که ارشیا جون اگه جلوی اینا گفتار رو ریفوزه شده چیکار کنی؟ ببخشید زیبا جون،
ارشیا کی تو دهن لقی کرده که این دفعه دومش باشه؟ هیچ وقت خانم، هیچ وقت. هوشنگ پاشو بریم، استقبالشون اومدن. شما هم بریم بالا بشین. خیلی خیلی تبریک میگم. تو برم سلامت باشی. خواهش میکنم. بفرمایید. بابا مردی با هم رسیدیم. بله دارم میبینم با هم. آقا جون این هدیه کوچیکه، دست درد اصلیه برای سال دیگه. ببین فقط میخوام جلوی اینا بگم سارا قبول شده. خوب کاری میکنی، ولی چی قبول شده؟ چش؟ نه دیگه، رادیولوژی. بزن بریم. خیلی خیلی خوش آمدی. خواهش میکنم، وظیفه بود. گفتی سارا خانم چشم قبول شدن. چشم؟ رادیولوژی. بهتر. چشم چیه؟ آدمی یاد کله پاچه میفته. البته مهدوخ جون دوست سارا چشم قبول شدن. تبریک میگم، چشمم عالیه. خانم من یه چیزی بگم. بله جون، چی شده؟ سارا رفوزون. زیبا خانم، شما با عرشه چی کار داشتیم؟ من چرا دیگه گفتین تو آشپزخونه باش کار دارم؟ آها، خب عرشیا جون، پس سارا چی شده؟ ریفوزه شده. نه سارا ریفوزه نشده، سارا چی شده؟ قبول شده. آفرین، قبول شده. مامانم گفته ولی سارا ریفوزه شده. عرشیا جونم، مامانت اشتباه کرده، من قبول شدم. ببین مهدوخت، من که عقده تخصص ندارم. میدونم، فقط به خاطر خانواده‌ام دارم فداکاری میکنم، وگرنه خودت هم میدونی هیچ کسی سال اول قبول نمیشه. پس چرا این قبول شده؟ اینا هر دوشون قبول شدن. خب پس سارا هم قبول شده، فهمیدی؟ بخ چی ریفوزه شده؟ عزیزم من ریفوزه شدم. نه پس هر دوتاتون قبول شدیم. آفرین. مهدو قبول شده، سارا هم ریفوزه نشده. یه بار تو زبونت نمیچرخه بگی سارا هم قبول شده؟ حالا انقدر بچه رو اذیت نکن تو هم. عرشیا جون تو بیا پیش خودمون، نمیخواد پیش اون خانم آقایی که اونجا نشستن بری. چشم. خانم من یه چیزی بگم. نه عزیزم شما هیچی نگو. ایوا اجازه بدیم بچه حرفشو بزنه. عذر میخوام. من اینجا میخواستم از طرف خودم و زهره جان، از مشیری که به هر حال در حد خودش به یاد ما بوده، تشکر بکنم. ببینیم چی گرفتن. خودکار بالاخره به درد نمیخوری، ولی نوشتن روی پاکت‌های رادیولوژی. بله البته اونی که رو پاکت می‌نویسه پرستاره، نه متخصص. ماما آب می‌خوام. مرد گنده. ممنون از تذکرتون. خواهش. و همچنین از خانواده مروی که علاوه بر این گل زیبا یه سکه تمام بهار آزادی هم زحمت کشیدن. البته قابل شما رو نداره، ولی روبه. روبه؟ روبه الان چنده؟ 273,425. خیلی زحمت کشیدیم، واقعا شرمنده کردیم. خیلی ممنون. من باز میکنم. خب جا داره اینجا من از عرشیای 5 ساله گرفته تا آقا رضای 75 ساله از همه شون ببخشیدا. عرشیا جون 6 سالشه. بابا من مدرسه نمیرم. نه نمیشه که، تو باید بری درس بخونی، با سواد بشی، مثل دخترمت متخصص بشی. اون که ریفوزه شده. ایوا عمه جون، خیلی که امتحان میدن ریفوزه میشن، ولی سارا جون و مهدوخ جون استثنان، جفتشون قبول شدن. ولی یکیشون ریفوزه شده بود. عرشیا جون من ریفوزه شدم. از قنادی آوردم. خوشگله. روشم نوشته سارای عزیز، قبول شدنت را در امتحان تخصص تبریک میگوییم و موفقیت تو موفقیت من است، به امید موفقیت های بیشتر از طرف پدرت و کی؟ و مادرت. آه ریز نوشته آخه. بزاری که بردی اینا آره تلفونی. خب چه اسم من ننوشتین؟
خامه بیار. همینجور دورش بزرگ می‌نویسم سعید. کجا؟ آخه دیگه جا نداره این. سعیدو تو دلمو میگی. بیا، اینم کیکت. سارا. این چه کاری بود کردی شیرین؟ چه طرز صحبت کردن زهره جون؟ مگه من سفارشش دادم؟ اونو که میدونم، نوشته روشو برای چی خوندی؟ حالا دیگه نوشتن دیگه، حالا من نمیخونم، یکی دیگه میخونم. ببخشی چرا خواهم دکتر ناراحت شدم؟ نه بابا، اشک شوخ بود. برای اینکه من قبول نشدم. چی؟ چرا تو پرت میگه بابا؟ این کیکو برده بیا من ببارم بخوریم، بیا اینجا بینیم. نه خاله، بسته دیگه. من هیچ رشته ای، هیچ جایی قبول نشدم. آفرین، آفرین که حقیقت رو به هر چیزی ترجیح میدی. افتخارش شده، شده. ریفوزه شده. این قرار بود هیچی نگه، آبا بهش خیلی فشار اومد، میگه اون منفجر شد. راحت شدی؟ زیبا جان این چیه؟ بچه اسم داره ها. بس کنین دیگه، میبینین ناراحته. واقعا گندشو در آوردی. آقا رضا میافتین سکته میکنین ها. شما راحت باشی، من خودم درستش میکنم. شما نمیخواد قصه سکته کردن منو بخوری. بشین سر جا. بابا جون ولش کن، بذار میره گریه میکنه، سبک میشه دیگه. اینقدر لوسش نکنی. شما لازم نکرده منو تربیت کنی. خیلی اوستایی. این بچه خودت ادب کن که مثل چیتا از سر کوله مردم بالا نره. مثل چی؟ ای لوبیا چیتا. نه چیتا. نشستی اونجا به بچت میگن چیتا، هیچی نمیگی دیگه. کی گفت چیتا؟ بله میتونم بیام تو بابا؟ نه. بابا رضا ببخشید، من حالم خوب نیست، میخوام تنها باشم. الان میرم بابا، اومدم اینو بهت بگم. درسته که بابا دمشب اشتباه کرد، ولی اینم بدون از تای دل دوستت دارم. میدونی؟ من میدونم. خدا حافظ. شب بخیر. ببخشید جناب مروی، من باز دوباره عذرخواهی میکنم امشب اینجوری شد. خانم شما ما رو ببخشید. حقیقتش ما فکر میکردیم امسال قبول میشه. نگو این دختر برنامه‌اش برای سال آینده است. سالی که موفق میشه. انشالله سال دیگه قبول میشه. در هر حال خوش گذشت دیگه امشب، مگه نه زهره؟ بله همینطوره. ما منتظریم ها. نرین تا تخصص سال دیگه. انشالله خدمت برسیم. سلام. شبتون بخیر. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. سلامت باشید. خدا حافظ. ببینید. در این سکه چی میشه؟ پول پس بگیر. درست. سریع. من معذرت می‌خوام، با شما یه دقیقه کار داشتم. بله چش. جانم. خانم زهری. بله. من جلو خانمتون نخواستم بگم اون سکه رو لطفا. خیلی لطف کردیم، خیلی لطف کردیم. آخه ما اونو برای قبول شدن سارا خانم آورده بودیم. بله تشکر کردم، ولی ایشون قبول نشده که. اما تلاششو که کرده. میدونم ولی نتیجه نده. ایشالله سال آینده هم نتیجه میده. سال دیگه باز در خدمتون هست. من برای خودتون میگم سال آینده سکه گرون میشه. جانه بیا بالا. بابا رضا قش کرده، زنگ زدم اورژانس. چی شده؟ اورژانس واسه چی؟ خودت هستی دیگه. بابا میگم بیاین بالا، قش کرده افتاده رو زمین. ببخشید. عزیزم میتونم نوار قلبو داشته باشم؟ دکتر میاد براتون توضیح میده. آخه دخترم خودشون پزشک هستن. ای وای ببخشید خانم دکتر. بفهم. چیه بابا؟ فکر کنم سکته کرده، فقط خدا کنه خطرناک نباشه. سکته نیست، همون فشارش بالاست. ای خدا رو شکر. خیلی خطرناکه؟ نه. یه سرم TNG میزنن و مرخص. نور چشمی هاشونو میبرن تو دیگه، داری به سواد ندارن که همین تو
5 سال پیش باید معاون بانک می‌شدی، اما از روزی که استخدام شدی حتی یه قدم هم پیشرفت نکردی. الان صحبت من بود. دلم می‌سوزه. سر مریض انقدر شلوغه. بقیه تازه تو راهن آقای دکتر. بقیه؟ بقیه کیه؟ اجازه بدید معرفی بکنم. خانم دکتر سارا مظاهری، دخترم. خوشبختم. همچنین. دکتر چی هستید؟ امتحان تخصصشون رو دادن. منتظر جوابن. جوابو که امروز اومد. چیکار کردی؟ راسته رادیولوژی؟ تبریک میگم. کجا قبول شدی؟ خیلی ممنون. هیچ جا. منم که نگفتم قبول شده، همینجوری گفتم رادیولوژی. اما سال دیگه رادیولوژی رو شاخشه همینجا تهران. ایشالله میخوایم یه مهمونی بگیریم آقای دکتر محمد خالی. شما آقای دکتر بابام حالش چطوره؟ چیزی نیست، فشارشه. سکته کردم. اشتباه میکنین، فشارشه. ربطی به فشار خون نداره؟ اصلا سکته خفیف کردم. شبت آی سی او تحت نظر باشن. بله. اینا رو از همین داروخانه بیمارستان تهیه کنید. یک نفر بمونه، بقیه هم برن خونه، کاری نیست. متشکرم آقای دکتر. همین. خب شما برید، من میمونم دیگه. منم میتونم بمونم. نه مامان، شما خسته میشه. ای اومده. چی شد زیبا؟ شکسته. شکسته؟ شکسته، عصب پامم آسیب دیده. مطمئنی؟ شاید در رفته یا ضرب دیده. شکسته، استخون فیبیولا هم شکسته. فیبیولا چی شد؟ فشار بابا رو پایین آوردن؟ نه، فشارش نیست، سکته کرده. آقای رستمی، من روی هوایی بخورم. زمین نخوری؟ البته سکتهش خفیف بوده ها. شما چطور؟ شکستگیتون خفیفه دیگه. اوخ شدید. همینه دیگه، کم تجربه از فرق بین خفیف و شدید و متوجه نیست. چیکارش میکنن؟ امشب میبرنش آی سی یو. یه نفرم باید پیشش بمونه. خودم میمونم دیگه. تو با این پاک چجوری میخوای بمونی؟ چجوری نداری دیگه؟ لاغل چهار تا دکتر اینجا هستن بیان بالای سرم به دادم برسن. نه بابا، شما میریم، من اینجا پیش بابا میمونم. نه داداش، شما برو خونه، من خودم میمونم. زیبا شما هم برو خونه، سارا هم دکتره دیگه. سارا دکتره؟ پایمش شکسته، اصلا بون قطع قطع شده، اون وقت میگه زرد گیره. بیل کمو با تمام. میخواییم من بمونم؟ بیا. حالا یه کلمه گفتیم، ما امشب میخواییم بمونیم، همه میخوام بمونن. نه تشریف ببن این خونه، یه مرد باید بالا سرش باشه. الو تو بیمارستان؟ الو شیرین، میگم بیمارستانم. الو بابا سکته خفیف. عرشیه چطور خوابه؟ ببین من فردا میبینم اتون دیگه. نه دیگه، میگم که پیش بابا باید بمونم. آها بله، خیلی خوب، چشم. پس فعلا خداحافظ. هوشنگ مطمئنی برای سخت نیست؟ چی برام سخت نیست؟ بمونی دیگه امشب. این قرار شد من بمونم؟ گفتم که این مرد دیگه. مگه تو مرد نیستیم؟ تو چه ربطی داره؟ زنت بهت گفت نمونی ها؟ آره. ایوا خب من میمونم دیگه، یه موقع بابا چیزی هم خواستش با همین میرم پرستو رو خبر میکنم. اشکال نداره اگه یه زن بخواد بمونه؟ ببینم دکتر گفت که سکته خفیف کرده دیگه. نه؟ بله. یعنی رو کلمه خفیف تاکید داشت دیگه؟ بله. یه مطمئنی؟ 100%. و ایشون هم که حتما باید تحت مراقبت باشن اینجا. بله 100%. پس اشکال نداره. خوبه. خیلی ممنون، خواهش میکنم. چی شد؟ درست شد. برنامه اینجوری شد که زیبا خانم تو بیمارستان میمونه که هم تحت نظر باشه، هم از آقا رضا مراقبت بکنه. حله؟ بله حله. خیلی خوب دیگه، ما بریم از مریض خدافزی کنیم که باید استراحت کنه. بفرم زیبا، تو برات سخت نیست بمونی؟ نه بابا چه سختی؟
چرا گچ نگرفتن؟ آخ فی بولا که گچ نمیخواد، میگم تی بیا گچ میخواد، بعدش هم گفت باید برس بپوشی که اصلا پات برگرده. ببین زوره اینو نگاه نگاه، این میده اقعب میاد جلو، حال میده این شهر بازی تو گوی سورتمه سواری. بابات سکته کرده تو سرسره بازی میکنی؟ منم هوشنگ. آقا رضا صدای منو میشنوی؟ منم هوشنگ دامادتون. آقا رضا انگار نه انگار بابا، بابا جون، بابای خوبم، منم عطا. یه چیزی باید بگیم که روش تأثیر بذاره. بسپارش به من. بیایی من دستشو بگیر محکم با احساس. آقا رضا این پسرتا همون که معتاد بود، گفتم شاید حافظه کوتاه مدتش از کار افتاده، رجوع بکنیم به حافظه دراز مدتش. درستش میکنم میده بگیر 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 الان درستش میکنم. درسته آقا رضا، پسرتون همون که ترک کرد الان دیگه حتی تفریح. هوشنگ اینقدر چرت و پرت نگو، بیا زودتر بریم. بابا خوب بخوابی و خوابای خوب ببین. خیلی زود بود. چی زود بود؟ هیچ. ایشاله که اشتباه کرده باشه. ببین هوشنگ، تو اول باید حسابا رو بنویسی، بعد اسم آدمایی که خرج کردن رو جلوش، و همه اینا رو جمع ببند. خب بعد تقسیم بر چندش میکنی اینا رو؟ توی کارواشدار خجالت نمیکشی به یه حسابدار قسم خورده با 25 سال سابقه داری میگی چجوری حساب کنه؟ وایسه ببینم این کارواشدار یعنی چی؟ توهین داری میکنی؟ چه توهینی؟ کارواشدار یعنی کسی که کارواش داره. شغل تو چیه؟ کارواش دارم. بفرما. نه آخه تو داری بد میگی. ببین بیا دیگه، الان تو حسابا رو نوشتی، اسم آدم ها رو جلوشو ننوشتی، این فردا پس فردا سوء تفاهم میشه دیگه، حرف در میاد. چه حرفی در میاد وقتی همه پولا رو من دادم؟ خب حالا هوشنگ تو هم یه جوری میگی انگار عطا قراره نده. خب بله دیگه، این قضیه مسبوخ به سابقه است. نه وایسا ببینم این مسبوخ یعنی چی؟ دایی یعنی که قبلا هم اتفاق افتاده، حرف بدی نیست. آفرین، همینه که یه حسابدار و یه پزشک میدونن مسبوق یعنی چی، اما تو نمیفهمی. تو به من داری هوشنگ بحثو تمومش کن، دیره دیگه، بریم. چشم، ولی یه لحظه اجازه بده. ببین مسبوق به سابقه یعنی این که شما 5,200,000 از قبل به من بدهکاری. حرفو عوض نکن، تو الان داشتی میگفتی که هر کارواشداری نمیفهمه. نه 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 نه، اتفاقا هر کارواشداری میفهمه، فقط تو نمیفهمی. میشه بقیه حرفاتونو بذارید خونه؟ من خیلی سرم درد میکنه. بریم دختر. بفرمی. نه خیر، ماشین من نه این بره. ماشین منم این بره. به اون ماشین اون بری شلنگ رو بردار یه ذره آب بپش، زشته. چقدر منطقی گفتی، فردا میارم یه شلنگ بهش بگیر. موشنگ خستم کردی، من با داداش میرم. اصلا میخواستی با اونم بری نمیذاشتن؟ زیر کتری هم روشن کن. من روشن میکنم، بریم. بریم دخترم. بیا حالا، یه عمر ما خرج کردیم این شوهر. بابا اهل این حرفا نیست موشنگ. عجب مردم بی‌ملاحظه‌ن، حالا چیکار کنی؟ از اونجا رد نمیشی داداش.
از این برم رد نمیشی؟ دوزگیر نداره این؟ نه نداره. حالا وایسیم شاید بیان. شب خوبی بود. کجای امشب شب خوبی بود بابا؟ شب های تهران می کند پنهان در دل. بریم یا پویچ بخوریم؟ من به درک. اون بابا رضای بیچاره افتاده گوشه بیمارستان، بعد ما بریم آب هویج بخوریم شادی بکنیم. کجای آب هویج خوردن شادی کردنه؟ آب ساده چی؟ یا تا وقتی تکلیف ایشون مشخص نشده یه قلوب آب ساده هم نمیتونیم بخوریم. الو چی؟ ای بابا. خب خودتون یه اومدم. خداحافظ. چی شده؟ من نمیدونم این خانواده اگه منو نداشتن چجوری میتونستن زندگی بکنن. خب بابا میذاشید واقعا من برم که از اون لا راحت رد میشه. بابا هولش نکن، بذار داری میره دیگه، برو. بابا دارم میرم دیگه، این کارو بسپرش به من. خب داری لاقل بیاییم با ماشین ما بریم، ما که صبح برمیگریم بیمارستان. اینم برش ماشین نو رو بذارم وسط خیابون. هوشنگ شکم بده تو. توه دیگه بابا، توه، بیشتر از این تو نمیره. بده اون سگک موازه باش خط میندازه. کمرم. برو دیگه، برو بابا، یه ذره مونده. دیگه نمیشه، گیر کردم. خب برگرد هوشنگ، برگرد. نمیشه، الان دیگه نراه پس دارم نراه پیش. بابا خیلی چاق شده، ببین شکمش چقدیه. منم بهش میگم از بس میخوره. اینا چربیای مضر ها. نه خوبه داره میرسه. میرسی. دوشن بخه مجبور اینجوری فارک کنی تو؟ برو آفرین. رفت تو. آفرین هوشنگ، موفق شد. هوشنگ من فرمون میدم بیا بیرون. خب باشه صبر کن، با همین فرمونا هوشنگ. باشه صبر کن، بس روشن کنم اول. آفرین هوشنگ، رفت تو. هوشنگ بیا، هوشنگ همین فرمونا هوشنگ. آ تکونش نده. خب همین فرمون، بیا آروم آروم. بیا هوشنگ. بیا فرد. چی شد؟ چی کار کردی؟ با چیزی نشده که، یه خطه. یه خطه؟ ماشین من یه خال نداشت. خیلی خب بابا، حالا یه خطه. چیه اینه بچه ها میزنین تو سر و کوله هم دیگه؟ چیزی نشده داداش. این چیزی نشده، میدونین تو صافکاری چقدر در میاد؟ فوقش میخواد بشه 100 تومن، اونم از حسابمون کم میکنه. کدوم حساب؟ حساب مادرتون. حساب مادرتون چیه؟ حساب مادرتون اون 5200ه که بعد خاکسپاری مادرتون موند. واسه اینکه 5,200,000. خب چی بگم؟ نگم؟ نکنه میخوایی ندی؟ چی نه؟ اولا وایسا. یک سومش میشه دنگه زهره. داداش ما که همون موقع میخواستیم بدیم، شما خودت گفتی میخوای همه مراسم رو حساب کنی. الانم میگم حساب میکنم همه مراسم ختم مادرم، سهم زهره، زیبا، سهم خودم، همه رو میدم. الانم دارم میدم. منم 100 دفعه بعدش گفتم بدی. میدم دیگه. خب بده. میدم. ببینم نکنه اگه آقا رضام یه اتفاقی واسش افتاد واسه بره خرجه رو من باید بدم. شعور نداره دیگه، شعور خدا نکنه. نه دیگه زهره جان، من یه حساب دارم، این کارواش داره. حالا کارواش دار الان شد خوب. فقط دارم از لحاظ درآمد میگم. اولا کارواش مال من نیست، اجاره است.
سونیان من هیچ عجله‌ای برای پس دادن قرض ندارم، شما هم هیچ عجله‌ای برای پس گرفتنش نداشته باش. سالسن اونا مادر زن تو هم بوده دیگه، صبر کردن حداقل کاریه که تو میتونی بکنی. من سرم درد میکنه، بریم بریم. یه لحظه اینو نگه دار. خب من اینو حسابش میکنم، حساب میکنم، فردا بهت میگم همه رو حساب میکنم. باشه، منم همین فردا بهت میدم. بده اینا رو ببینم. بفرما، اینم سویچت. بریم. بدبخت شد. خسته نمیدم. سلام. سلام خانم. شما باید همراه آقای سعادتی باشین، درسته؟ بله. چیزی شده؟ نه چیز خاصی نیست. خب اگه چیزی شده به من بگی، من دخترشم. یکم گفتنش سخته. بابام رفتنیه. نه، مریضتون نداره. پس چی؟ شما مجردین؟ چطور؟ هیچی چیز خاصی نیست. یعنی چی چیز خاصی نیست؟ همینجوری پرسیدم. ما همینجوری نداریم. در ضمن به سوالی همینجوری جواب نمیدم. بله معذرت میخوام، ببخشید. واسه وقتی سوال میکنی واسه جوابش هم بگیر. بله من مجردم. چطور؟ آخه یکی از همکارام شما رو دیده بودن، بعد از من خواستن که بیام ازتون بپرسم. البته الان شما ناراحتی، من بعدم ازتون. میگم همکار بیمارستانم. بله. بعد منو گفتم. آره دیگه خودت. خود منو. آره خودت. میگم شاید یکی دیگر رو گفته باشه. فکر نمی کنم، چون خصوصیاتی که گفتم به شما میخورد. ای با خصوصیات منو گفت. چه خصوصیاتی؟ گفتم با شکسته. واه این همه خصوصیات دارم من، ظاهر بین. خانم سلیمی اورژانس کارتون دارن. ببخش من بعد برم، میام پیش خدا. باره جانم. میگم من منتظرم و سلامم برسونیم. به کی؟ به جمعی همکارا، همه شونا. سارا کو؟ رفت بالا. چیکار داری میکنی؟ دارم قفلش میکنم. اونو نمیگن. خب چرا اومدی جلو پارکینگ پارک کردی؟ اینجا رو بخون، پارک مساویست با پنچری. این خونه شما من نیست. بله. اینم که دست خط شما سیگه. بله. شما میخوایی پنچر کنی؟ بله. عطا جان وقتی قید شده حتی برای شما، یعنی تو دیگه گیر دادی نصف شب. یا هوشنگ نمیبینی وضعمونو؟ حالا اومدیم و من 10 دقیقه دیگه خواستم برم بیرون. ماشین عطا رو میگیریم. نه بابا چی ماشین عطا، خواست دومت جا به جا بکنه نصف ماشین رفت. میگی سعید سویچو بگیره بیاد جا به جا کنه. اون که نشسته داره فکر میکنه. بی خود برای خود تو از این نقشه ها نچینین. این پدر و پسر آرزوی نشستن پشت این ماشینو به گور میبرن. خب حالا اینا هم پشت مرده ماشین تو نیستن. هوشنگ تو هم بی خودی بهونه نگی، بیا بریم بالا. بیا ولی عجب روزی بودا. آره خوب بود. کجای امروز خوب بود بابا که هی میگی؟ بالاخره دوره هم بودیم دیگه، خاطره شد. خاطره قبول نشدن من و سکته کردن بابا رضا. ببخشید دخترم. خب بینندگان عزیز، میرسیم به مسابقه پیامکی امشب. کدام یک از فلزات زیر در زمره فلزات سنگین قرار میگیرد؟ 1 سرب، 2 کادمیوم، 3 جیوه، 4 همه موارد. یکی دیگه سرب از همه سنگین تره. نه یک اشتباه، تو درست. همیشه اون عجیب غریبه درست. خوشم میاد، دلائلت هم خیلی علمیه. حالا میبینی؟ میبینی؟ داری شما شرکت نمی کنیم؟ نه بابا، مسخره بازیه این. حالا جایزش چی هست بابا؟ 500,000 تومان به 5 نفرم میدن. نه بابا اینا همش حرفه، به ما نمیدن که، به فک و فامیلاشون میدن. خودم 100,000 تومان بردم، 2 روز بعدم آوردن دادن.
داری اون موبایل منو از اونجا میدی؟ خودتون از حالا برای ما اس ام اس کنید. شما که گفتی شرکت نمی‌کنی. آره بیکاریم دیگه، گفتم که کاری کرده باشه. سعید تو هم موبایل تو بده، یه اس ام اس هم از اون بفرست. ارشیا این موبایل منو گذاشته اونجا، دستم بهش نرسه، اگه میشه خودتون بردارید. سارا دایی تو هم موبایل تو بیار. چیکار میکنی با موبایل بچه های من؟ چیکار بکنم، بیکاریم دیگه. من که از اول گفتم مسخره بازیه، تو اصرار کردی، حالا به اصرار تو دارم میفرست کنم. اگه من مرده باشم بذار بده من. آقا چیکار میکنین، موبایل یه وسیله شخصیه ها. درست میگی دیگه، ببخشید. بیا دو رو بفرست از طرف منو. نه ببینین، جیوه و سرب و کادمیوم همشون فلزای سنگینن، گزینه 4 درسته همه موارد. اینه شما که داشتی میگفتی یک درسته که. خب وقتی همه موارد درست باشه جواب منم درست میشه دیگه. پس مال منم درست میشه دیگه. اینه عرشه اخلاقش و عدبش هست بباشد گرفت. چی؟ هیچ. شیرین تو هم موبایلتو بده یه 4 بزنیم. وا 4 چیه؟ هیچ چی بابا، یه مسابقه سرکاری بیکاریم دیگه، خودت از جانب من یه 4 بزن. سوال چیه؟ هیچ بابا، کدوم سنگین تره، سرب، جیوه، کامیون؟ کامیون. معلومه که کامیون از همه ماشینا سنگین تره، همون. نه بابا کامیون چیه، سوال درباره عناصر شیمیایی کادمیوم. خب حالا بازم همون درسته دیگه، همیشه همین عجب غریبا درستن. خوشم میاد منطق خاصی تو خانوادت حاکم کردی. شیرین جون ارشیا خوابش میاد. بابای من تو سی سی یو افتاده، اون وقت تو داری تو مسابقه شرکت میکنی. یعنی چی؟ بابای تو بیمارستان خوابیده، نمیتونیم آب هویج بخوریم، نمیتونیم اس ام اس بزنیم. بله مجبورم کردی. من مجبورت کردم؟ تو که میخواستی با موبایل سعید و سارا و شیرین خانم من بفرستی. ببخشید من همون اول نگفتم این مسخره بازیه؟ پس چرا میخواستی با موبایل بقیه هم بفرستی؟ من اصلا راجع به این موضوع حرفی ندارم. زهره بگو آشپزخونه رو تعطیل بکنن، سارا و شیرین بیان، من حرف دارم. تو که گفتی حرفی ندارم. الو سلام زیبا، چی شده؟ چرا صدات میلرزه؟ جان من. وای گاهی چه زود دیر میشود. چقدر دوست داشت عروسی سعید و سارا رو ببینه. بابا مامان که صداش خوشحاله. ها؟ نه بابا، از زیبا خواستگاری کردم. کی؟ چه فرقی میکنه؟ بهش بگو ول نکنه، بچسبون. ببین چه جوریه. چرا ندیدیش؟ حالا چی کار است؟ فرقی نداره، هر چی باشه خوبه. زیبا سخت نگیری یا نه، یعنی میگم که یه فرصتی بهش بده. میگه دختره گفته از همکاراشه، دختره خودش پرستاره. سرپرستاره دیگه، فرقی نداره، بهش بگو تا تنور داغه بچسبون. ببین حالا کجاست؟ کی میاد؟ کجا به تو پیشنهاد داد؟ بگو بچسبون. بسته دیگه، حالا من هیچی نمیگم. قبول دارم یکم زیاده روی کردم، اصلا بهش بگو ولش کنیم. تو هم برو یه خمره سرکه بگیر. ببخشید زیاده روی کردم، معذرت میخوام. خب پس برو پیداش کن دیگه.